سلام شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید بخش فارسی رادیو تماشا من ماه رحمی رحیمی هستم امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید شش صبح سهشنبه 29 اردی به ماه سال 1394 خورشیدی در ایران است برابر با 9 و نیم دوشنبه شب 18 می 2015 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان راه خانم دکتر آذر اتسامی پور کینگ میپردازیم به بخش دیگری از گفتگوی هفتگی روانشناسی مغز و اصاب شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید روانشناسی مغز و اعصاب چه سهمی در شناخت ما از خود در درک دیگران و محیط و در کنترل کنش و واکنش ها دارد این رشته گفتگو را سهشنبه صبح ها به وقت ایران از استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن تقدیمتان کرده ایم و امیدواریم فعلا هنوز ادامه بدیم و همراه یک متخصص روانشناسی مغز و اعصاب و روانشناسی تجربی در کالج بالتیمور کانتی خان دکتر آذر اتسامی که 33 سی سی برنامه همراه ما بودن خیلی خوش اومدین خیلی ممنون شب شما بخیر روز هموطنان عزیزمون بخیر خیلی خوشحالم که دوباره یک هفته دیگه در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستیم دقیقا یعنی زندگی روزگار طوریه که هر روز صبح که پا میشیم میگیم چه قشنگ یه روز دیگه ای از این روزگار رو هم دیدیم یه روز دیگه از این زندگی رو هم دیدیم از نظر روانشناسی میگم افرادی که خوشبین هستن همیشه قسمت پر لیوان رو نگاه میکنن در حالی که خیلی از افرادی که بدبین هستن همیشه قسمت خالی لیوان حالا قسمت پرش ممکنه خیلی کوچیک باشه تا قسمت به حساب خالیش حالا قبل از اینکه شما از من سوال بکنی من من یه سوالی داشتم ما دیشب یه چیزایی شنیدیم که تو توی برنامه که پخش میکردن چه خبره چه کار میکنیم بعد خدافسی کردین حالا شاید نکنیم چه اتفاقی افتاد ما که دوست داریم چون من واقعا از خیلی از فامیل افرادی که متفاوت که تو ایران هستن خیلی همه برنامه شما رو دوست دارن حالا ما رو یه کمی لطفا بهمون کمک کنیم که متوجه بشیم چه خبر هستش حالا این دفعه من ازتون سوال سخت یه, یه دوستی داشتیم میگفت که ما رو با خودتون در میون بذارین یعنی موضوع رو در میون بذارین یا خودتون رو با ما در میون بذارین ما خودمونی هستیم تمام مردم ایران دیگه دقیقا یعنی یکی از من شخصا شاید سلیقه و سبک من این بوده تلاش کردم توی این برنامه همونقدر صمیمی باشم که با شما بیرون از اینجا ممکنه باشم با دوستم با اعضای خانواده اینها صمیمی و راحت و با مخاطبای رادیو تصویری صدای آمریکا بیش از سه ساله من دیروزم گفتم حدود دو سال ولی نه حدود سه ساله که این رادیو تصویری شده در حالی که خب عمر رادیو خیلی بلندتر هستش ولی طبق خبر رسمی سایتمون به زودی به هر حال رادیو تماشا که به این شکل و به این سبک و سیاق احتمالا کارش رو تموم میکنه متوقف میکنه به شکل دیگری شاید در بیاد برنامه دیگری در این ساعت پخش بشه به هر حال که صدای امریکا مخاطبای خودش رو رها میکنه و این ساعت برنامه هایی هستش حتما ممکنه اولش تکرار برنامه ها باشه ممکنه یک جایگزین های دیگه ای که به هر حال اجمالا بخوام بهتون بگم مدیریت در حال اخذ بهترین تصمیم هست بهترین شیوه بهترین شکلی که بتونه اداره بشه این ساعت از برنامهمون که روی ماهواره هست و شنونده ها و بیننده ها در ایران لطف دارن و ما رو همراهی میکنن تنهاشون نمیگذاریم و امیدوار هستیم که به حال تا وقتی که هستیم در خدمت شما هم باشیم بنابراین من دیروز تقریبا ولی دائم تاکید کردم که احتمالاً به من گفته شده بود که تقریبا خدافزی کنم یا یواش یواش عادتتون بدیم یواش یواش آمادتون بکنیم که ممکنه به زودی بریم که یه دفعه به هر حال شگفت زده نشین یا تعجب نکنین سال هاست گفته میشه که رادیو صدای آمریکا داره بسته میشه به خاطری که تلویزیون واقعیت اینه که رسانه جوانتر تلویزیون هست رسانه تصویری که سالهاست گفته میشه ممکنه بسته بشه اما زمانش رو هم آتبا آخرین خبر روی سایتمون روزهای آینده بوده ولی باز ممکنه تا آخر ماه میلادی باشه ممکنه کمتر بیشتر همچنان در خدمتون به هر حال هستیم و امیدواریم که در خدمت مهمانای گرامی هم باشیم خیلی متشکرم بازم حالا خدا رو شکر خوشحالیم حداقل بیشتر میتونیم در خدمتتون باشیم ولی صحبت میکردیم که تلویزیون بخش تازه تری جوان تری هستش و رادیو رسانه, رسانه ج... جوان تری هست مم. و رادیو مسن تری یاد این افتادم که هیچ همیشه اونایی که مسن هستن مم. که بعد نیستن که همیشه مم. میتونیم ازشون استفاده بکنیم و درسته که ممکنه که تلویزیون رسانه جوانتری باشه ولی خیلی از افراد با خاطراتی که از رادیو دارن و از داران جوانی و بچگی خودشون رو گذروندن فکر میکنم اونم هم همچین در کنار تلویزیون همچین ق... چی میگن خودشون نشون میده و داره رسا اون وسط هستش برای همین امیدواریم که بتونن که بهترین تصمیم رو بگیرن و چون برای مردم ما فکر می کنم بتونه خیلی مفید باشه در صد آرزوی موفقیت برای شما آقای رامش و بقیه همکاراتون توی رادیو تماشا دارم خیلی خیلی مردم. متشکر ما احتمالا البته احتمال خیلی قوی هفته دیگه هم شما رو خواهیم داشت ولی دیروز با دکتر آرام حسامی هم گفتیم که خلاصه کار از محکم کاری عیب نمی حالا یه بار ما اینجا خدافظی <laughs> می کنیم ولی اگه هفته دیگه هم باز با هم بودیم تعجب نکنین هفته پیش مراجعه به هویت و هویت صحبت کردیم و الان که گفتین صدای آمریکا و رادیو صدای آمریکا یادم اومد که یعنی فکر کردم بعضی نظرها اینطور هستش که رادیو صدای آمریکا یه جور هویت کل صدای آمریکا بوده چون که خیلی قدمت داره و به فرمای شما حرمت داره مثل حرمت بزرگترها و اینها به هر حال ولی زمان همیشه عوض میشه رسانه ها شکل شدیدی پیدا میکنن جوانترها به راحتی جایگزین میشن و حقشون هستش به رسانه های اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه به شکل امیدوار هستیم که بهترین تصمیم گیری و بهترین شکلی پیش بره هدف مقصود به هر حال جلب رضایت و همراهی مخاطبان هست باید دید کدوم براشون راحتتره کدوم بهتر پیش میره من بسیار ضمنا اینجا سپاس گذارم از وقت خانم دکتر آزرم میخوام سو استفاده کنم سود استفاده کنم از کسانی که ایمیل فرستادن پیغام های فیسبوکی و حتی تلفن اینها محبت کردن و به قول معروف آرزوی بهترین و اینها کردن سپاسگزاری کنم از طرف رامش خودم و دیگر همکارانم بسیار بسیار ممنونیم از همراهیتون تا کنون و امیدواریم که فعلا با هم باشیم شاید شکل دیگه جای دیگه دوربین دیگه میکروفون دیگه برنامه دیگه اسم دیگه جای دیگه ولی به هر حال امیدوارم با هم باشیم لطفا با ما بمانید خب خانم دکتر از موضوع آی... آیدنتیتی یا هویت یا هویت یا, یا بی هویت جویی جوانها هفته پیش داشتیم برامون میگفتین این نکته مونده که بخوایم بگین فرصت نشده باشه ام... البته هویت یه مسئله خیلی مهمی هستش خیلی پیچیده پیچیده هستش مهم هستش و برای هم من اینجا میخوام خیلی سریع و سه صحبتشو بکنم ولی خب دوست داشتم یه تعداد یه مقدار مسئله دیگه هستش که مونده که اگه که حالا که دیگه دف هفته دیگه می امیدوارم باشیم برای همین وقت میکنیم که یه مقدار بیشتر در مورد از دکتر خواسته بودم اینم باز با شما در میون بذارم خیلی راحت چون از خانم دکتر خواسته بودم که امروز is علاوه بر این که موضوع هفته پیشو جمع بندی میکنیم جمع و جور میکنیم فهرستی از این 33 برنامه خلاصه سرخط این 33 برنامه را با همدیگه مرور بکنیم ولی حالا ممکنه این کار بمونه برای هفته بعد <تصفح> <تصفح> پس با ما بمانید همچنان در 8 طلو وقتی که صحبت از هویت میشه حتما بینندگان عزیز آه، یاد، آه، یادشون هستش که ما گفتیم هویت یعنی تصویری که ما از خودمون داریم <تصفح> و این هویت از دوران کودکی شروع میکنه به چک گرفتن مهم. که بعدا اگه که وقت بشه آخر برنامه در مورد چطور پدر و مادرها رفتار بکنن و نقشی که پدر و مادرها در هویت به نقشگیری هویت هستش صحبت خواهیم کرد ولی از دوران صحبه. کودکی آروم آروم شروع میشه و همونجور که صحبت کردیم وقتی میگیم هویت یعنی که فرد به دیگه بگه که من کی هستم چی هستم چه کار میخوام بکنم م. و به قول توی روانشناسی ما میگیم که بخش های متفاوت و اجزای متفاوتی داری که اون دفعه صحبت م. کردیم از هویت جنسی صحبت کردیم هویت اجتماعی آدم صحبت کردم یه مقدار کوتاهی هویت سیاسی هستش که چه م. گروه سیاسی رو ما دوست داریم همینطور اگه یادتون باشه بینندگان عزیز در مورد بادی امیج یا تصویری که از بدن خودمون داریم ده ده. اون هم باز هم یک نقش بزرگ، یکی از اعضای قسمت هایی هستش که کمک به فرد میکنه مم. که بتونه هویت خودش رو به حساب نقش بده و تشکیل بده و به اضافه اون یه هویت قومی و اجتماعی هم وجود داره که خیلی مهم هستش که اگه که دوست داشته باشین علای مقدار خیلی کوتاه بله. در خلاصه چکیدهشو برام بفرمایید ممنون میشید. چون که وقتی به خصوص وقتی هویت قومی و اجتماعی رو صحبت میکنی و هویت هویت رو صحبتش رو میکنیم بسیاری از افراد هستن مثلا توی ایران هستن کرد هستن ترک هستن و ایرانی هستن مسیحی هستن ایرانی هستن و یا ماها خودمون حساب میکنیم اینجا امریکایی ایرانی هستیم وقتی که صحبت میکنیم از قومیت صحبت میکنیم دیگه یک بعدی نیستش یعنی هویت از اون بنا و اساس یک بودی خودش رو از دست میده و به چند بودن میرسه و در این صورت هستش که افرادی که دارای قومیت های متفاوتی هستند این افراد تو دورانی که از کودکی شروع میکنن آروم آروم رشد کردن به دوران نوجوانی که میرسن سوال هایی که براشون پیش میاد خیلی بیشتر هستش مم. و زمانی میشه اتفاق میفته وقتی تو دوران نوجوانی میرسن در بسیاری از موارد نوجوان ها به این فکر میرن و به اون طرف کشیده میشن که اقل قوم اقلیتی که دارن رو گاهی میذارن کنار و باهاش واقعا کلنجار میرن ام. که ببینن که چون دوست ندارن متفاوت باشن و خیلی موارد میشه که قومیت اصلی و اون به اون جا بساق که ما میگیم رو اکثریت. اکثریت رو دوست دارن داشته باشن و آروم آروم با به تدریج با بالا پایین رفتن ها با امتحان کردن ها فردی که بتونه با, شرایط مناسب داشته باشه به کمک پدر و مادرش و همینطور شرایط محیطی متفاوتی که داشته باشه در آخر سر هویتی که خواهد داشت افتخار میکنه که من یک ایرانی امریکایی هستم من یک کرد ایرانی هستم یک ترک ایرانی هستم و و و چیزهای متفاوت دیگه چون هویت دیگه به یه بودی خودش نباید باشه و به حساب چند بعدی خواهد بود ولی یک سری از افراد هستن که مشکل براشون هست دارن شما صحیح میفرمایید بسیاری از به خصوص جوان ها دوست ندارن در قالب های تنگ هویتی باقی بمونن همش دوست دارن این هویت رو چارچوبش رو بزرگتر و گسترده تر بکنن و در تعاریف بزرگتر خودشون رو معرفی بکنن اما بسیاری هم هستند که از قضا خیلی متعصبن بر اون هویت مثلا بر ورز بکنید قومی زبانی ملیتی یا دینی اینها این چگونه اینو کنار هم میشینه همین افراد بستگی داره که چطور بتونن تجزیه و تحلیل بکنن مم. چطور با این مسئله تونستن برخورد کنن و چطور خودشون رو بتونن راضی بکنن چون باید از نظر شخصیتی هم یکی از فاکتورها شخصیتی هم هستش که بتونن خودشون رو راضی بکنن خب البته خانواده جامعه میتونه تاثیر مهمی بگذاره ولی معمولا ما تعداد متفاوتی داریم دستبندی و گروه های متفاوتی داریم معمولا بهترین نوعش رو ما میگیم کسایی هستن که میتونن که با قوم اقلیت و اکثریتی که دارن با هم کنار بیان و همینجور که من میگم من ایرانی امریکایی هستم و فرانسوی هم یه مقدار باید. توی بر حساب هویت من نقش بزرگی داشته این من با مشکلات که رو, به رو میشم میتونم مشکلات رو قبولش بکنم و به جلو برم باهاش و بتونم که خودم رو راضی نگه مهم. دارم و این رو بهش میگن که عزت نفس یا سلف استیم صحیح. که به حساب ارزیابی کلی از خودم. مهم. بعضی از افراد هستن که اینطور نیستن و الان وقتی صحبت از قومیت میشه مثل ما اینجا داریم توی مثلا نیویورک داریم چایناتاون داریم یعنی محله‌ای که فقط محله چینیا هست محله که فقط کریا هست یا محله چینی معروفه معروف محله و در اون محله افرادی هستن که الان شاید بگم 20 سال سی سال توی امریکا زندگی میکنن ولی هنوز زبان چینی صحبت میکنن انگلیسی بلد نیستن غذای چینی میخورن رفتار مم. چینی ها رو انجام یعنی تمام لباس فرهنگشون هنوز همون هویت اقلیتی که داشتن و دارن و بسیار هم متاسب هستن نمونه ای از همون که من سوال کردم چرا انقدر اصرار میورزه آدم گاهی بر اونچه که حالا پدر مادرش بودن یا هویت بگم قبلی شاید درست نباشه برای اینکه الان هویت های دیگه هم همونطور که شما فرمودین بهش اضافه شده ولی به هر حال چگونه میشه که بعضی این همه اصرار میکنن بر اون هویت همینجوری که گفتم یه مقدار خب شخصیت مهمه و یه مقدار هم یادگیری مهم هستش درسته. و همینطور ما باید قبول بکنیم که فرهنگ ما مهم هست فرهنگ ما خیلی ما بهش علاقه داریم باهاش اخت کردیم باهاش بزرگ شدیم اما همه فرهنگ های خوبی و یه بدی هم داره ممکنه بدی هایی را داشته باشه و همینطور یا کسری هایی ت... های را داشته باشه و همینطور فرهنگ های دیگه ممکنه مم. که سری خوبی رو داشته باشه سری کم و هایی را داشته باشه فردی که میتونه دیدگاهش رو باز بکنه دفعه. و ببینه که من میتونم که با یادگیری از فرهنگ دیگه فرهنگ خودم رو هم از دست ندم این فرد میتونه که فردی باشه که راضیتر خوشحالتر هستش جلی. و همینطور در مسائل اجتماعی میتونه که د... من همیشه میگم درهای بیشتری بر آدم باز میشه همچون که زبان جزو یکی زبان از زبان, زبان یکی از, از... به حساب ف... محورهای فرهنگی افراد یا قومی از افراد هستش و درسته بره. که من بگم من فارسی خوب دوست دارم جزو باهاش زبان مادری من همیتوره. هستش ولی یادگیری زبان دیگه فرانسه انگلیسی من رو با فرهنگ های دیگه آشنا کرده که میتونم از اونها به اونها نزدیک بشن به قول ما میگیم درهای زیادتری یا به روی ما باز میکنه ام. و برای همین هستش که ما کسایی که معمولا با همون فرهنگ خودشون موندن و دوست ندارن درها رو بر روی فرهنگ های دیگه بستن که وارد بشن این افراد افرادی هستند که معمولا از نظر شخصیتی خیلی خودشون نمیتونن خودشون را راضی بکنن یادگیری نداشتن بسته هستن و متاسفانه تغییرات سخته مقابل من یه جوری در برابر تغییرات, و... تغییرات. و... خیلی نکته یعنی جالب و مهمیه که بسیاری تصور میکنن که باثباتی و آدمایی که محکم و شخصیت محکمی دارن هیچ وقت تغییر نمیکنن یعنی از تغییر گویی که یک بار منفی دارن به خاطر اون مثلا اینکه یعنی اونور افراد اونور که حزب جزء حزب باد باشه آدم هر لحظه دمدمی مزاج باشه و هر لحظه تصمیم بگیره نتونه روی حرف و تصمیم و ارادهش محکم بیسته از اون طرف هم به بعضی هایی میفتن که اوکی هیچ گونه تغییری نباید بکنیم آنچه که بودیم همون رو باید باشیم و حفظ بکنیم و در برابر هر گونه تغییری مقاومت, مقاومت میکنن ولی اصلا از نظر روانشناسی اصلا غیر ممکنه آدم رو تغییر نکنن مم. شما که بدن هر لحظه عوض هر... عوض میشه تغییر میکنه که هر ثانیه که از عمر ما میگذره تمام شرایط محیطی که مم. ما توش هستیم ثانیه به داره تغییر میکنه صحیح. یعنی اصلا غیر ممکن هست که انسانی تغییر نکنه بخوایم و... یا نخوایم بخوایم یا نخوایم ام. و اصلا از نظر شما مثلا من الان دارم در مورد هویت میگم و خب دارم میگم از کودکی شروع میشه ام. و به تدریج در دوران نوجوانی به اوج خودش میرسه ام. ولی در دوران بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه صحیح. ولی چرا من نوجوانی رو دارم زیاد روش تاکید میکنم چون دوران نوجوانی زمانی هست که تغییر و تحولات مغز هم خیلی زیاد مغز انسان هم خیلی زیاد صورت میگیره و زمانی هستش که فرد قسمت های مختلف مغزش رشد میکنه و به خصوص ما قسمت پر، پریفرانتو کورتکس هستش قسمت جلویی به پیشانی مغز هستش که قسمتی هستش که در تصمیم گیری ها به ما کمک میکنه و تا حدود سن 23 24 تا 25 سال زمانی هست که هنوز قسمت جلویی مغز ما هنوز رشد کافی رو نکرده صحیح. و نوجوان ها در اون زمان واقعا نمیتونن تصمیم گیری های درست رو انجام بدن حالا شما خودتون برگردید کاملا درست. درست یا, یا میتونه, تصمیم میتونه گیری های دیگه, دیگه, هم باشه, باشه. یعنی در... کاملا از تمام مغزشون استفاده نمیکنند نمی کنن که بتونن همیتونه. تصمیم کاملی رو بگیرن یا اون که به... به زبان انگلیسی میگن مچور نشده هنوز این ام... یا اون بلوغ کامل کامله. رو. مغزی رو ندارن اون بله درست هست و مم. همینطور هستش که شما الان اگه فکر بکنید وقتی برگردید به دوران نوجوانی صحیح. یک سری کارهایی که ما کردیم همه همه بینندگان عزیز شما خودتون مم. فکر کنید برگردید به دوره نوجوانیتون یک سری تصمیم گیری هایی که ما انجام دادیم و کردیم تصمیم گیری هایی بوده که الان به عنوان یک فرد به صالح ممکن اون کارو انجام ندیم در حالی که صحیح. کار در اون زمان کار بعدی نبوده صحیح. چون کمک کرده به یادگیری بعدی ما امه. امه. و برای همین هستش که به نظر من وقتی که صحبت از این میشه که تغییر تغییر در خیلی از موارد تغییر مثبت بسیار خوب هست بسیار سازنده هستش ولی ما نمیگیم که از یک قسمت افراتی به قسمت افراتی دیگه بریم تغییرات آروم آروم صورت میگیره و همینطور که ما وقتی صحبت از هویت میکنیم ما باید خودمون رو باز نگه داریم به این که افراد مختلف با خسلت های مختلف بتونن که به شرایط متفاوت رو قبول کنن و همه رو دوست داشته باشن صحیح صحیح اجازه بده خانم دکتر من اینجا یک پرانتزی باز بکنم که به یاد شنوندگان و بینندگان صدای آمریکا رادیو تماشا بندازم که داریم صحبت میکنیم با خانم دکتر آزر اتسامی پور کینگ بخش سی و سوم گفتگو رو گفتگویی که هر هفته انجام دادیم راجع به روانشناسی مغز و اعصاب و این هفته در مورد از هفته پیش شروع کردیم و الان به قسمت نقش پدر و مادر در هویت یابی هویت جویی به خصوص نوجوان ها از اون مرحله به بعد میخوایم بپردازیم با ما همچنان لطفا بمانید اینی که فرمودی خواهیم دکتر من یاد در مورد تغییر تعصب یا صباتی این مفاهیمی که اگه یکم اونور بره ممکنه به افراد و تفرید متمایل بشه به دخترم همیشه مثال می دادم که من معمولا تغییرهایی که اینطوری زیاد هستش رو به نظرم جالب نمیاد اما تغییر اگر عمودی باشه رو به رشد باشه رو به کمال باشه حالا از هر نظر از سواد دانش تجربه از علم هر کسی هر چی که مطلوبش هستش اگر رو به یعنی جهتش به جای افقی تغییرات سریع و ناسنجیده افقی اگر جهتش عمودی باشه چه اشکال داره که من امروزم فردام از امروزم بهتر باشه مطمئنا هر تغییری که ما بتونه باعث رشد بشه چون مم. ما که توی روانشناسی روانشناسی رشد داریم مم. که واقعا در مورد افراد در مورد افراد ما قبلا فقط تغییرات رو, رو روی کودکان میدیدن و توی نوجوانان و فکر میکردن که چون تغییرات سریع توی کودکان صورت میده می محسوس, محسوس, دید محسوس, هستش تمام تغییراتی که ما انجام صورت میگیره در دوره کودکی هستش و هر اتفاقی بیفته در قسمت در بزرگسالی تاثیر رو ما میگذاره و بزرگسالی نوجوانی و قسمت حتی وقتی که ما به سن حساب مسنتری میرسیم اون اصلا تغییرات ایجاد نمیشه در حال که تو روانشناسی ما روانشناسی رشد داریم که تغییر و تحولات رو از زمانی که سلول یک اسپرم با یه دونه تخمک با هم ام. مخلوط میشن و ما میگیم بچه ایجاد میشه البته بچه که نوزاد که نه ما بهش میگیم یه سلول زایگ سل هستش سلول اولیه ایجاد میشه ام. تا تغییر بکنه و در دوره نه ماهه به تبدیل به جنین بشه و بعد به دنیا بیاد تا زمانی که ما فوت میکنیم این زندگی ما بالا پایین داره رشد میکنه ولی وقتی صحبت از رشد میکنیم رشد می میتونه که مثلا قدمون بلند بشه مغزمون همین پیش حساب بهتر جسمی بشه. بشه. جسمی باشه روحی باشه و یا اینکه در ارتباط با ارتباطات اجتماعی باشه همین طور. و همینطور وقتی سنمون پایین حساب بالاتر میره یک سری تغییر و تحولات ما بهش میگیم شرینکینگ میکنه مم. یعنی مثلا مغزمون کوچیکتر میشه قدمون کوتاهتر میشه یه سری مسائل یک... از سلولای مغز تحلیل, تحلیر میره, تحلیر میره. بدنمون همینطور تحلیل میره و این این تغییر و تحولات اصلا اجتناب ناپذیر هستش هست. گریزی از تغییر نیست پس چه بهتر که حالا که سیر طبیعی رو به تغییر هست آدم خودش هم در برابر داشت راجع به باز بودن جوب. صحبت میکردین در برابر امکانات فکرها اندیشه ها نگاه های مختلف مح... هم باز باشه که بتونه بهتر بهترین بفتر. انتخاب بگیره بسته نباشه ب... خانم دکتر پدر و مادر چه سهمی دارن این وسط؟ پدر و مادر واقعا آم... از نظر روانشناسی توی پدر و مادرها ما چهار نوع مختلف پدر و روشی که پدر و مادر رو استفاده میکنن رو داریم و یکیش که خب مثل اگه که با بینندگان عزیز صحبتش رو مستقیم بکنم حالت سنتی پدر و مادرها نوعی هستش که پدر و مادرها حرف اصلی رو میزنن بچه ها فقط باید گوش بدن و به قول ما اینجا میگیم که اونا اتوریتی هستن فقط دستور دهنده هستن و بچه ها گوش شنونده هستن مهم. هیچ گونه بچه ها اجازه حرف زدن نداشتن و اگه نگاه بکنید در قسمت پدر و مادرهای سنتی قدیمی پدر بزرگ مادر بزرگا رو نگاه بکنید در بسیاری از موارد این گونه حالت ما بهش میگیم پرنتینگ نوع به حساب رفتاری که پدر و مادر با بچه هاشون داشتن شیوه بوده شیوه و روشی که پدر و مادر به کار میگیرن در ارتباط با, با, با بچه هاشون, هاشون. پرانتینگ که ای... توضیح شون. بدیم ب... و اون که مثلا پدر سالاری یا گاهی هم مادر, مادر, هستش سال. پس میگیم مثلا بتونیم اگر بگیم اولیا سالاری در بخش سنتی بیشتر دیده میشده مطمئنا و هم. الان هم در خیلی از جوامعی که خیلی سنتی هستن هم. هنوز پدر و یا مادر سالاری هست و بیشتر هم. پدر سالاری داریم که یعنی تصمیم گیرنده اصلی اونها هستن سه. بچه ها هیچ گونه نقشی در این تصمیم گیری ندارن نوع دو و در این صورت وقتی که همچین حالتی باشه ما به بچه ها به هیچ عنوان اجازه تصمیم گیری نمیدیم به بچه ها حتی از حساب دوران کودکیشون بهشون هیچ اجازه نمیدیم که اونها هم شریک باشن در تصمیم گیری. من همیشه میگم من با بچه با بچه های خودم صحبت میکنم همیشه حرف آخر الان چون سنشون کوچیکه حرف آخر رو خود من میزنم امه. اما باهاشون صحبت میکنم که چرا من این دلیل و این تصمیم رو این تصمیم رو گرفتم و این نتیجه به این خاطر امه. هستش البته خب بعض وقتها میگم خب برای من بگین که شما من رو راضی بکنین من رو به متقاعد, م... متقاعد بکنین که حرفی که شما من میزنم اشتباس و حرف شما درسته و حالا بین یه پرتز من پسرم, پسرم خیلی برنامه کامپیوتری بازی کامپیوتری دوست دارم و یکی از پسرم همیشه میگم ببین مامان تحقیقات انجام گرفته باهاش صحبت میکنم که بیش از دو ساعت بازی های کامپیوتری اشتباه هستش و خلاصه خیلی براش چیزای علمی رو میام میگم پسرم میگه که مامان درست شما خیلی درست میگی اما بذار تو من برات توضیح بدم که من وقتی که بازی کامپیوتری میکنم چشمم فعالیت های زیادی میکنه برای همین ورزش به چشمم میبینم ها از نظر عضلات حرکت میکنه و باعث میشه که یه کوردینیشن یه ارتباطی بین چشم و مغز و به ساب دستان باشه و خلاصه حال سر شما ها رو درد نمیارم کوتاهش بکنم هیجان بدنی کافی همه توضیحات رو برام میده و میگه به این خاطر شما اشتباه میکنی و کامپیوتر بازی های کامپیوتری درسته این نوع به ارتباط و روش پدر و مادر روشی هستش که مثل روش مادر یا پدر سالاری نیست روشی هست که درسته که پدر و مادر تصمیم میگیرن و حرف آخر رو میزنن اما به بچه هاشون اجازه میدن که اونها هم ازحاره در اظهار نظر, 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 کنن و دلیل ها رو براتون بیارن دلایلش رو ام. و شما میتونید که با هم یه بحث و گفتگو داشته حالا وقتی که در هویت رو صحبت میکنیم از نظر روانشناسی این نوع ارتباط که به بچه ها اجازه بدن که فکر بکنن از دوران کودکی و با توی بحث و گفتگوهایی که در رابطه با خودشون هست شرکت آدم بکنه این افراد به مغزشون آماده تر میشه چون جزو شرایطی هست که بهش به صورت تدریجی بهشون کمک میکنه که وقتی که حق انتخاب داده میشه دیگه نخواد یه شرایط جدید باشه آ من این انتخاب و این انتخاب و اینو دارم کدومش رو انتخاب کنم یه مرتبه براشون یه امر غیر منتظره نباشه صحیح. این بچه ها در تصمیم گیری شرکت کردن مهم. و بعد وقتی, وقتی صحیح. که و وقتی که به خان که هویتشون رو تشخیص بدن که دوران بحران رو بگذرونن بعد در اون صورت میتونن راحت تر تصمیم بگیرن صحیح. و راحت تر به هویت خودشون برسن اساساً وقتی که فضا باز باشه برای تبادل نظر برای مکالمه برای این ارتباط آزاد و دموکرات به نظر میرسه که واقعا فکرها بیشتر به کار میفته برای اینکه آدما احساس مسئولیت باید بکنن علل خب من هم نظر بدم باید بهش فکر بکنم یعنی آدما خودشون رو راحت نمیکنن حتی یه بچه خودش راحت نمیکنه میگه تصمیم گرفته شده است دیگه پس انجام بدیم به شکل فعال شروع میکنه به فکر کردن شروع میکنه به مشارکت و برای این مشارکتش مجبور هست که بخشی از مسئولیت رو هم به عهده بگیره یعنی گاهی این آزادی مسئولیت رو براش میاره به شکل مثبتی و اگر که کاملا براش دیکته شده باشه این مسئولیت گوریزی رو برای بچه هم همراه میاره نه درسته بعدم تازه اما که از نظر روانشناسی به حساب مغز و اعصاب که بررسیش میکنیم مغز رو چون اون دفعه صحبتش شد هر چی سلولای مغزی رو شما بیشتر ازش استفاده بکنی پیشرفته تر میشه به حساب ارتباطاتش ما بهش میگیم که سیناپتیک کنکشن ارتباطات افسایش پیدا میکنه و گفتیم اون دفعه اگه استفاده نکنیم از دستش میدن امه. برای همین وقتی در مشارکت و در صحبت هامون اونها رو شریکشون بکنیم صحیح. یعنی مسئولیت رو بهشون میدیم امه. و در این حال وقتی این صحبت این نوع به روش پدر و مادرها نمیگم که فقط حرف حرف بچه ها باشه امه. چون که در این نوع صح... دیگه از... و... و, این یه نوع سوم به که فرزند سالاری میتونیم بله میگیم که ما میگیم که فرزند سالاری هستش امه. که یعنی پدر و مادر هر چیزی که بچه گفت همون حرف رو انجام بده و همون کار رو بکنه و این یکی از اشتباهات پدر و مادر خواهد بود چون در اون صورت بچه ها برای اینکه بتونن که به حساب شخصیتشون رو فرم بدن هویتشون رو فرم بدن این افراد واقعا هر کاری که دوست داشتن کردن و کسی نبوده و همیشه من با پدرم صحبت میکنم میگه شما حتی یه درخت رو درخت نونهال رو وقتی بکارینش اگر که کمکش نکنی و کنارش نباشین و نگرش ندارید این درخت به خاطر برف و بارون و شرایط متفاوت این درخت هیچ وقت صاف بالا ام. نمیره کج میره هر بادی و... ممکنه این رو کج کنه کج بکنه بشکونتش و به راههایی که نباید کشیده بشه بکشونتش برای همین این فرزند سالاری هم کار اشتباهی هستش چون پدر و مادر درسته که بچه ها اهمیت دارن ما باید بهشون ارزش بدیم ولی متاسفانه این فرزند سالاری هم افراطی من همیشه میگم یه افراطی پدر سالاری ام. یا مادر سالاری هست در یه طرف و فرزند سالاری افراطیه که در سمت درست مقابل قرار داره ام. و هر دوتاش روش اشتباهی هست روش درست روش میانی هست بچه ها رو شریکشون بکنیم اما بهشون به حساب کمکشون بکنیم راهنماییشون بکنیم که راه درست رو پیدا بکنن هویت درست رو پیدا بکنن دوست دارن که یه روز مثلا میخوان دکتر بشن یه روز مهندس بشن یه روز چه میدونم میخوان مجری بشن یه روز میخوان خطات بشن تو دوران نوجوانی یک امر عادی هستش از نظر اریکسون یکی از روانشناسان جامعه شناس هستش که میگه یه امر عادیه ولی وقتی که ما به بچه اجازه دادیم که از کودکی فکر بکنه و تصمیم گیری بکنه و پدر و مادر اونها رو شریک دونستن این یادگیری سریعتر شاخه به شاخه شدنشون هم کمتر خواهد بود حالا وقتی که پدر سالار باشیم مجبورشون کن شما حتما باید دکتر بشید الان امیدوارم که تو ایران تغییر کرده باشه ولی زمانای قبل همیشه تنها رشته ای که خوب بودش پزشکی بود و مهندسی خدا دیگه اصلا به درد نمیخوردش <applause> بعد دیگه آروم آروم یا واقعا پدر و مادر ها بچه ها رو فقط میخواستن این فکر میکردن که یک فرد که پزشک بشه فرد که مهندس بشه شخصیت پیدا میکنه هویت پیدا میکنه البته در... پیدا میکنه ولی فقط, فقط اون نیست فقط اون نیست و پدر و مادر با مجبور کردن و اونها <applause> باعث میشدن که اینها رو بحران توشون ایجاد بکنه <applause> نمیدونم چقدر وقت دارم فقط... فکر حدود و یه نوع دیگه یه متاسفانه روشی هست که پدر و مادر رو دارن که تو نسل جدید و پدر و مادرایی که خیلی هر دون تاشون زیاد کار میکنن هست این هست که واقعا دیگه بچار فکر میکنن که من که خونه خوب لباس شیک و همه چیز در اختیار بچه میذارم دیگه فرزندم نیاز به ارتباط من ارتباطات احساسی ما دیگه نداره من اگه از صبح تا آخر شب سر کار اشکالی نداره بیبی سیتر رو ننی و, و نمیدونم این بچه ف... پرستار, بچ پرستار و رو اینا نگهدار اینا. بکنن دیگه بچه من نیازی دیگه ای نداره و همه نیازهاش برآورده شده در حال که از نظر روانشناسی این نوع, این نوع روش پدر مادر بسیار اشتباه هستش چون که میتونه بهترین خونه بهترین ماشین رو بهش بدید ولی وقتی در کنارش نباشید میشه که بچه که فقط میرست ماشین ها رو سوار میشن گرون قیمت آتیشش میزنن چون فکر میکنن که یه لذت خاصی میتونه ببرن یا اینکه به حساب هستن که واقعا نمیدونن که کجا برن چه کار بکنن و بعضی از اینها هستن که به یه گروه های خاصی به حساب خودشون رو وصل میکنن و هویتشون هویت فقط اون گروه خواهد بود بنابراین اگر من درس رو درست گرفته باشم مقصود این هست که ام چگونه اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر میتونن سهیم باشن که یک فرزند بچه قبل از 18 سالگی حالا بگیم سن قانون یا قبل از اون بلوغ مغزی که 20 و چند سالگی که شما فرمودین توی این مسیر چقدر میتونه پدر و مادر به ویژه سهم داشته باشه نقش داشته باشه در اینکه این فرد بعدها چطور خودش رو معرفی کنه با چه هویتی خودش رو بخواد اعلام بکنه معرفی بکنه مطمئنا درسته, بعد از دوران کودکی شروع میشه به نوجوانی مم. میرسه خیلی از ماها میتونیم هویتمون رو در دوران نوجوانی شکل بدیم و قبول کنیم ولی یه سری از افراد هستن که حتی در دوران بساب بلوغشون هم و دوران جوانیشون هم باز هم از این شاخه اون شاخه میرن و نمیدونن کی هستن و امیدوارم که دفعه دیگه در خدمتتون بله، باشید و توضیحات بله، بیشتر رو بله، ما هم امیدوار هستیم که فرصت دیگری باشه ممنونم خانم دکتر جان تا امیدواریم هفته دیگه که باز از شما توضیح بشنویم خیلی متشکرم شب خوبی داشته باشید تا هفته دیگه بینندگان عزیز روز خوب و هفته امیدوارم خوب و خوش و سلامتی داشته باشید و از شما هم خیل خیلی خیلی متشکریم از این همراهیتون لطفا همچنان با ما بمانید وعده ما با شما هر روز از ساعت 6 تا هفت صبح به وقت تهران همراه با اخبار جهان گزارش های گوناگون و تازه های دنیای ورزش از صدای آمریکا در واشنگتن بسیار خب این هم برنامه سهشنبه صبح رادیو تصویری صدای آمریکا روزای آخر اردی در ایران و البته هیچده تقریبا میانه می در امریکا هست و هوا همچنان بهاری و ما هم همچنان در خدمتون هستیم هر جا باشیم فرق نمی کنه حتی اگر رسانه عوض یعنی جایی دیگه هم برم من شخصا همچنان دوست دارم در ارتباط باشم با دوستان شنوندگان و بینندگانی که به حال سال هاست از رادیو فردا صدای من براشون آشناست تا تصویر تا هر جوری تا نوشته ها تا این اونور سایت ها و اینها رامش که از پیشکسوتان صدای آمریکا و همچنان یکی از ستونهای صدای آمریکا و رادیو تماشا الان دیز. حدود سه سالی هستش که تصویری شده و دیگر همکارانمون مدیریت و دوستان بخش فنی دوستانی که در تولید کمک میکنن و همه همکاران به نوعی سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما ما فردا بیان تعطیل شکل و شمایل و برنامه اسم دیگری پیدا کنه جور دیگه تحویل شما بشه به هر حال صدای آمریکاست و صدای شماست لطفاً با صدای خود بمانید عرض به حضورتون که براتون آرزوی اوقاتی خوش و سرفرازی دارم